بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المهتدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در آغاز صحبت لازم می دانم از برگزار کنندگان این محفل با عظمت کمال سپاس، تشکر، قدردانی و امتنان داشته باشم. اعضای محترم شورای اخوت اسلامی که با برگزاری این محفل با عظمت زمینه همفکری و تبادل افکار و اندیشه های مختلف علمای اسلامی رو فراهم کردند. در ثانی، هفته وحدت و سال روز میلاد پیامبر رحمت و عطوفت حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه را به پیشگاه همه علما و ارادتمندان آن حضرت و مسلمانان باقی تبریک و تهنیت عرض می کنم. در محضر علمای بزرگوار هستیم. با کسب اجازه از محضرتان به مسئله وحدت و اهمیت اتحاد اسلامی اشاره بکنم. با وقت کمی که دارم سعی می کنم اهم مطالب را خدمت شما به عرض برسانم. میلاد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقطه عطفی در تاریخ بشریت بوده است. پیغمبری که آمد و با آمدنش تحول عظیمی در تمامی مسائل زندگانی بشر رخ داد. پیغمبری که آمد تا زندگی نوین را به عرصه بشریت عرضه کند. پیغمبری که آمد بین همگان اتحاد، یک رنگی و اخوت را برقرار کند و زندگی واقعی را به آنها نشان دهد. وجود پیغمبر اکرم در جهان خلقت رحمت است، رحمت بود، مغفرت بود و هست و تا قیام قیامت سیره و راه پیغمبر اکرم در بین همگان ماندگار خواهد بود. نگاه به تاریخ اسلام نشان می‌دهد که حتی کسانی که مسلمان هم نبودند در مقابل عظمت بیبدیل پیغمبر اکرم سر کرنش و احترام فرود می آورد. یکی از نویسندگان غربی در کتابی که عنوانش رو گذاشته است 100 نفر از مشاهیر جهان، اولین نفر اونها را پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه را نام می برد. در مقدمه کتاب خودش می گوید:
شاید شما خوانندگان از من بپرسید که توی مسیحی چرا پیامبر اسلام را به عنوان اولین نفر مشهور از 100 نفر مشاهیر جهان نامش رو در این کتاب آورده ای؟ میگوید من برای این خوانندگان جواب دارم. جوابم این است که پیغمبری که از انسانهای وحشی و بربری که خوی ددمنشی آنها به اندازه ای بود که کشتن، قتل و غارت را جزء افتخارات خود می شمارد، از بین این افراد تمدن عظیمی را به ساحه جهان بشریت عرضه کرد، انسانهای را به جهان عرضه کرد که الگو و نمونه انسانهای تاریخی بودند. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نمونه یک انسان کامل در زندگی فردی بود، نمونه یک انسان کامل در زندگی سیاسی و عرصه های اجتماعی بود. دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان به عظمت بیبدیل پیغمبر اقرار و اعتراف می کند. اما این یک طرف قضیه است. در هفته وحدت قرار داریم. آنچه که در مورد وحدت بگوییم، پیغمبر اکرم نقطه اتصال وحدت جهانیان و نقطه اتصال همه مسلمان هاست. یعنی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه در یک بعد از ابعاد نیست، در تمامی ابعاد او نمونه است، در تمامی ابعاد مثال زدنی است. او رحمت للعالمین بود، برای یک دین تنها نبود، برای همگان بود. سیره پیغمبر را در کوچکترین مسائل اجتماعی وقت شما نگاه کنید به عنوان نمونه مثال زدنی است. در مسائل اجتماعی هم همینطور. مسئله وحدت یکی از مواردی است که روایات مختلفی از آن حضرت در این مسئله وارد شده است. قرآن کریم به عنوان معجزه جاودانه آن حضرت در مسائل وحدت و اتحاد بین همه جوامع بشریت به خصوص مسلمانان تأکیدات وافر و فراوانی دارد. اما این یک طرف قضیه است. آنچه در مورد پیغمبر اکرم بگوییم، آنچه در مورد قرآن بگوییم، آنچه در مورد بزرگواری و اهمیت خلفای راشدین بگوییم، آنچه در مورد بزرگان صدر اسلام بگوییم، واقعیتی است انکار ناپذیر. اما ما به عنوان ادامه دهنده راه آنها، به عنوان که کسانی که نام مسلمانی را بر خود یدک میکشیم، چه کاری در مقابل قرآن، در مقابل عظمت پیغمبر از خود بروز داده ایم تا اون اسلام واقعی را تانسته باشیم به جهان بشریت عرضه بکنیم؟ اینجاست در مورد عظمت پیغمبر سخنها گفته شده، بعد هم سخنرانی ها می شود، کتاب ها نوشتند و در مورد قرآن هرچه بگوییم و آنچه که بگوییم دریای مواج و اقیانوس با عظمت شخصیت اونها تمام ناشدنی است. هر چه در مورد اونها بگوییم کم گفته ایم، شنا کردن ما در این اقیانوس بیکران بسیار راحت است، می توانیم بگوییم. اما ببینیم این جامعه اسلامی آیا تانسته است حرمت، عظمت و شکوه اسلامی را به جهانیان به نمایش بگذارد؟ از خود ما باید آسیب شناسی کنیم. آیا در رفتار انفرادی پیغمبر اکرم شما غضب را می‌بینید؟ آیا قهر را، گرفتاری‌هایی که ناشی از مشکلات اجتماعی است، آیا پیغمبر اونها را با قهر و غضب حل می‌کرد؟ به عنوان مسلمان
تمام زوایای زندگی پیغمبر اکرم رو نگاه بکنید. آیا در جامعه آن روز و حتی در زمان خلفای راشدین و بسیاری از موارد بعد از آن رشوت خاری را پایمال کردن حقوق عامه مردم را آیا می‌بینیم؟ چیزی که امروز در کشورهای اسلامی بسیار فراوان است. آیا حدود الهی در کشورهای اسلامی اجرا می شود؟ که قطعاً چنین نیست. کتاب ها نوشته ایم، موارد مختلف را بیان کرده ایم، برای دیگران گفته ایم. آیا در جامعه خود ما چنین چیزی بوده است یا نه؟ تاریخ را یک بار مطالعه کنید. با عنوان مثال در مورد اجرای حدود الهی یک روایتی از اهل سنت نقل شده است، من در کتاب های شیعه ندیدم، در کتاب اهل سنت، که یکی از دختران قریش دزدی کرد، پیش پیغمبر اکرم آورد. پیغمبر اکرم خواست حدود الهی را بر او جاری کند. اسلام در آغازین روزهای خود بود، اسلام آنچنان که باید رشد نکرده بود. ادعی پیش پیغمبر اکرم آمد، عرضه داشتند یا رسول الله، اجرای این حد در این موقعیت حساس به نفع مسلمانان و جامعه اسلامی نیست. حتی پیش پیغمبر اکرم اسامه را فرستادند شاید شفاعتی بکند. پیغمبر وقت سخنان اسامه را شنید قبول نکرد. آنگاه که اسامه اصرار کرد، آن حضرت سخنان گهربار خود را این گونه شروع کرد که آی مردم، انما ذل من قبلكم اذا سرق الشریف تركوه و اذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد و ايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بدانید آی مردم، یکی از عوامل بدبختی گذشتگان این بوده است که حد را بر انسانهای بیچاره جاری می کردند. اونهایی که اهل بزرگی و کسانی که از اشرافیت بودند حد بر اونها جاری نمی شد. اما بدانید من محمد اگر دخترم فاطمه دزدی کند دستش رو قطع می کنیم. امروز جامعه خودمان را ببینیم. از مسائل داخلی عرض کنم، این مشکلات اجتماعی است. چون خدا نکند کار کسی در محاکم و پلیس و امثال عم، در حقوق و سارنوالی جای کسی کارش گیر بکند، تا دم آخر آنچه که داره جیبش را خالی می کند بدون این که کوچکترین مشکلی حل شود. این آن نمونه های سیره پیغمبر اکرم است. اما تاریخ اسلام نشان می دهد اون زمانی که مسلمانان به یک نقطه آبرومند و نقطه اساسی رسیدند و عظمت پیدا کردند و تمدن اونها به جامعه بشریت به نحو احسن عرضه شد، در کنار اتحاد اسلامی و وحدت مسلمانان بوده است. این هم خواست پیغمبر اکرم بود. خواست پیغمبر اکرم اتحاد و یگانگی مسلمانان بود. اونجایی که مسلمانان شکست خوردن، مشکلات برای اونها به وجود آمده است، از همین نقطه عدم اتحاد بین مسلمانان بوده است. این مسئله در از جمله سیره اجتماعی و سیاسی پیغمبر اکرم، ایجاد اتحاد و یگانگی بین همه جوامع اسلامی، عدم اتحاد. امروز نمونهش این کشورهای کوچکی که در اطراف مختلف وجود دارد، 500 هزار نفر، 1,000,000 نفر تفرقه انداختند برای اینکه این کشورهای 500 هزار نفری و 1,000,000 نفری رو بتوانند به راحتی تصاحب کنند، پرچم آمریکا در دریاها روی کشتی‌های این آب بگردد. در موارد مختلف این مسلمانان نتوانند اون طوری که باید و شاید در برابر دیگران قد علم بکند کشورها را کوچک کردند. برای اینکه بتواند براعتی این آرو تحت اشراف و کنترل خود در بیاورد، از این عدم اتحاد و گرفتاری مسلمانان حد اکثر استفاده رو نمودند. اما در همه این مسائل آنچه که
میبینیم از نبود اتحاد است. نوشته است که وقت تمام هست. جمع‌بندی عرایض این حقیر این است که تنها بیان فضائل، کرامتها و ابعاد شخصیت وجودی پیغمبر اکرم برای ما کفایت نمی کند. باید به آنچه که میگوییم و میبینیم و خوانده ایم باید عمل هم بکنیم و یکی از این موارد لزوم وحدت و اتحاد اسلامی است. ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی ما را جزء مسلمانان واقعی قرار بدهد با فرستادن یک صلوات بر محمد و آل محمد.